ببینید، بذارید از اول شروع بکنیم. یک تماس تلفنی بوده بین رئیس جمهوری آمریکا با رئیس جمهوری اوکراین. توی اون تماس تلفنی رئیس جمهوری اوکراین که کشورش در حال جنگ هست با کشور روسیه، کشور همسایش، میگه که آقا اون کمک‌هایی که قرار بود به ما بکنید خیلی ممنون از اینکه اون پولا رو برای ما اختصاص دادین، ولی لطفاً کمک‌های نظامی رو به ما بدید. آقای ترامپ چی میگه؟ میگه بله، ولی در ضمن شما هم باید به ما کمکی بکنید. که این کمک حالا میگه که در مورد چه هست؟ یکی در مورد اینکه یک تحقیقاتی که به انتخابات ریاست جمهوری قبلی آمریکا ربط داره، و یکی دیگه تحقیق درباره پسر جو بایدن. اون زمان که این گفتگو انجام میشده، جو بایدن مهمترین رقیب انتخاباتی دونالد ترامپ در انتخابات سال 2020 بوده، یعنی انتخاباتی که الان کمتر از یک سال بهش وقت داریم. میگه که اونو باید انجام بدیم. این گفتگو رو کسی شنیده از یکی از دستگاه‌های امنیتی آمریکا، و این فرد رفته شکایتی رو مطرح کرده. شکایت به دست مجلس نمایندگان آمریکا رسیده و اونها اومدن این ماجرا رو پیگیری کردن و میگن که رئیس جمهوری آمریکا اینجا از قدرت خودش سوء استفاده کرده. برای چی؟ برای اینکه اون موقع بتونه به یک سود شخصی برسه، و اون سود شخصی یعنی پیروزی در انتخابات سال آینده. میگن از اینجا، از در واقع دفتر ریاست جمهوری آمریکا، با اون پولی که مردم آمریکا پول مالیاتشون بوده دادن به دولت و قرار بود کمک بشه به جنگ اوکراین با روسیه، اون موقع میگن اون اومدی اونجا یک وجه مصالحه قرار دادی که بتونی فشار بیاری به کشور اوکراین، و میگن که به این دلیل باید رئیس جمهور آمریکا رو سیزا کرد. یک دلیل دیگه هم داره. این در واقع اینها دو دلیل دموکرات ها مطرح میکنن. میگن که ما توی این تحقیقات هر بار خواستیم با یک نفر درون کاخ سفید، یک مقامی از مقام های دولتی صحبت بکنیم، تحقیقات بکنیم، پرسجو بکنیم، یا مثلا ازشون بخوایم مدارکی برای ما بفرستن، اینها با استناد به یک نامه‌ای که کاخ سفید داده بود و گفته بود که دولت مسئولیت قضایی داره و نباید کسی همکاری بکنه با این تحقیقات، گفتن نه، ما نمیایم و این مدارک رو در اختیار شما قرار نمیدیم. کنگره میگه که بنا به قانون اساسی آمریکا ما وظیفه داریم که نظارت بکنیم بر نهاد دولت، و میگن که با این کارهایی که دولت انجام داده جلوی این بخش از کار ما رو که نظارت بر کار دولت هست رو گرفتن، و به این دو دلیل میخوان رئیس جمهوری آمریکا رو استیضاح کنن.